سلام، من پوری هستم، 32 سالمه، از شیراز. 3 سالم است که ترکیه هستم. من هم این همه بچه های ایران، یعنی اکثر بچه های ایران مسلمان زاده بودم، یعنی از پدر و مادر مسلمان، و تا اینکه دست چپ و راستمون رو شناختیم دیدیم که ما هم مسلمونیم، انتخابی نداشتیم، یعنی چیزی بوده که تو بهمون القا شده که شما هم مسلمانی، و همینجوری تو سیستم آموزشی ایران یک جوری به ما، نمیدونم حالا اسمشو بخوام بذارم، شستشوی مغزی یا هر چیز دیگه، یه چیزی که مکرر تکرار میشده ما هم قبولش کردیم دیگه و فهمیدیم که ما مسلمانی. من از دبیرستان، یعنی تا دبیرستان تمام این مراسم ها رو شرکت میکردم، حالا از نمیدونم هیئت و نکل بگم خیلی آدم مذهبی بودم، ولی توی اون جوی که بودیم، توی این مثلا محرم سفر، اون نظریایی که میدادن، اون کاری که مدرسه انجام میداد، خانه‌ها شرکت میکردیم. چرا منم شرکت میکردم تو مراسم؟ یه سری تناقضا میدیدم، مثلا یه سری چیزها رو میگفتم چرا مثلا من باید با خدای خودم به یک زبون دیگه حرف بزنم، چرا باید مثلا توی تایمای خاصی من با خدا صحبت بکنم، چرا نمیدونم، یعنی اون چیز رو نبود که مثلا من تحقیق کرده باشم دربارش، حتی این اجازه رو نداشتم که بخوام دربارش تحقیق کنم یا بخوام یه حق انتخابی داشته باشم. همین تناقضا بود که کم 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 باعث شد که من کلن اعتقادم رو از دست بدم، یعنی دیگه به هیچ چیزی اعتقاد نداشتم غیر از خدا. من اولین چیزی که با مسیحیت آشنا شدم، خیلی خیلی بچه بودم و صدا و سیما ایران سریال مردان آنجلوس رو گذاشت، پخش میکرد، و من خیلی اون سریال رو دوست داشتم از بچگی. اون اشراف زاده های دوره حادریان که به مسیح رو آورده بودن و بعد از اینکه هویتشون فاش شد مجبور شدن به کوه آنجلوس برن، 300 سال تو اون کوه خواب بودن و وقتی بیدار شدن، این تو اون کودکی برای من خیلی این سریال جالب بود. دیدم که مثلا چقدر، یعنی اون محبت یه جورایی، یه جرقه‌ای، نه که بگم آنچنان، یه جرقه‌ای توی من زد، ولی در اصلش از راهنمایی شروع شد. من یه همکلاسی ارمنی داشتم که حالا اسمشو نمیخوام بیارم، من خیلی با اون اوکی بودم، خیلی با هم صمیمی بودیم و مثلا اون آرامشی که تو رفتار اون میدیدم، یا اگه خونهشون میرفتم اون صمیمیت و اون سادگی که تو خانوادهش میدیدم، اون چیزی بود که ما شروع اون بحثامون بود که من از اعتقاداتم میگفتم، اون از اعتقاداتش میگفت، و تا دبیرستان هم با هم بودیم. این خودش یه چیزی بود که من آشنا شدم با یه سری از مسائل مسیحی. من گفتم که خیلی آدم مذهبی نبودم، ولی خیلی هم دوست داشتم که تحقیق کنم درباره همچین موضوعی، و یه اتفاقی افتاد که من با یه گروه آشنا شدم، یعنی فهمیدم که میتونم از این طریقه که من تحقیق کنم، و از طریق دوست خواهرم توی دانشگاه متوجه شدم که طبقه پایین خونه دوست خواهرم کلیسای خانگی هست اونجا، اونم منو معرفی کرد بهشون، و تقریبا 4-5 جلسه من تو اون کلیسای خانگی شرکت کردم و یکم بیشتر تحقیق کردم در این مورد. من صرفا فقط واسه تحقیق رفته بودم تو اون کلاس ها شرکت میکردم و هیچ تغییر دینی انجام نداده بودم، هیچ مثلا به اون باور نرسیده بودم که من میخوام تغییر دین انجام بدم. واقعا هم یعنی مسلمون نبودم دیگه اون لحظه، ولی یعنی دینی نداشتم که بخوام تغییرش بدم، ولی دینم هم تغییر نداده بود، یعنی مسیحی هم نشده بودم. که من
مشکلی که برام پیش اومد مجبور شدم قاچاق به ترکیه بیام، به صورت قاچاق 11 ساعت تو کوه پیاده راه بیام تا خود ترکیه. من شرایط خوبی داشتم تو ایران، وضعیت مالی خوب بود، من فارغ التحصیل مهندسی پرواز هستم، من انقدر درس نخوندم که یک شبه همه چی رو ول کنم بیام توی کشور دیگه، اونم به صورت قاچاق. من داشتم تحقیق میکردم در مورد این دین، یعنی من دینمو تغییر نداده بودم، وقتی دیدم با یه واکنش به این سختی مواجه شدم که یعنی ریختن تو خونه ما، نمیدونم همه وسایلامونو گشتن، من فقط داشتم تحقیق میکردم، یعنی این حق تحقیقم حتی از ما گرفته شده بود. 3 ماه من توی کمپ بودم، توی کمپ شهر وان بودم. اون 3 ماه خیلی به من کمک کرد که تحقیقم رو کامل کنم با کسایی که تو اون کمپ بودن و واقعا یه شانس بود برای من. اون 3 ماه رو من واقعا تحقیق کردم و اون آرامشی که یک روز واقعا بهم دست داد، یعنی محبتش بود، تقریبا محبت مسیح بود که منو جذبش کرد. اون روز فهمیدم که من واقعا میتونم یه مسیحی باشم. هیچ وقت اینجوری نبود که بخوام بگم خواب دیدم یا بهم نمیدونم القا شد یا نمیدونم فلان اتفاق واسه من افتاد، فلان معجزه واسه من اتفاق افتاد که بخوام بگم من همچین چیزی دیدم. اصلا اینجوری نبود. به مرور زمان بود که من فهمیدم که این اتفاق در من ایجاد شده و گفتم که اونقدرم آدم مذهبی نبودم که بخوام خیلی چیزها رو به پای معجزه بذارم، به پای نمیدونم اتفاق آنی بذارم، ولی اون آرامشی که توی من بود، اون محبتی که دریافت کردم، کم کم باعث شد که من بفهمم که میتونم یه ایماندار باشم. تغییر که توی زندگی من اتفاق افتاد این بود که واقعا اون آرامشی که الان دارم و قبلا نداشتم، یعنی اونقدر دیگه از دست بقیه به این راحتی عصبانی یا ناراحت نمیشم یا بدی بقیه اونقدر روم تأثیر نمیذاره و زیاد اهمیت نمیدم که مثلا دربارم چی میگن، چی فکر میکنن، اونقدر روم تأثیر نمیذاره. قبلا اینجوری نبودم، یعنی زود پرخاشگر میشدم یا مثلا واکنش نشون میدادم، ولی بعد از اون فهمیدم که نه، نباید اونقدر رو هم اهمیت داد، واکنش نشون داد. واقعا اون آرامشی که بعد از اون قضیه دارم قبلا اصلا نداشتم، یعنی نمیتونستم نه بشنوم، نمیتونستم این مخالفتی رو با نظر خودم ببینم، ولی الان دیگه اصلا اونجوری نیستم. یعنی کوچکترین مخالفتی که با هم میشد و خیلی به هم خیلی بر میخورد، خیلی برام سنگین بود، ولی بعد از اون اصلا اینجوری نیستم. واقعا کاش بشه که همه جای دنیا به یک درکی برسن که بتونن خودشون تصمیم بگیرن، نه صرف این که پدر و مادرشون یه دینی رو داشتن اونا هم بخوان اون دین رو ادامه بدن، و واقعا همه آزاد بتونن اون چیزی که دلشون میخواد رو انتخاب کنن، نه از چیزی بترسن، نه کسی مجبورشون بکنه. توی متی 10 آیه 28 میگه که هیچ وقت نترسید از کسی که جسم شما رو میکشه ولی به روح شما هیچ صدمه ای نمیتونه بزنه. شما از خدایی بترسید که هم میتونه جسمتون رو هم روحتون رو تو جهنم تو عذاب قرار بده. و منم واقعا به خاطری که افکارمو بتونم داشته باشم، بتونم اونجوری که دلم میخواد زندگی کنم، مجبور شدم کشورمو ترک کنم. یعنی هیچ کس دوست نداره کشورش رو، هر چقدرم که مشکل داشته باشه، هر چقدرم که نمیدونم سران کشورش آدمای خوبی نباشن، هیچ وقت دوست نداره اون کشور رو تو بدترین حالتش ترک کنه. ولی من کشورم رو ترک کردم که بتونم افکار و عقایدم رو داشته باشم و امیدوارم دوباره این اتفاق بیفته. دوباره میگم که هر کسی هر جای این دنیا
اونقدر آزاد باشه، اونقدر آزاد باشه که بتونه با خیال راحت افکارشو به زبون بیاره. مثل همون جمله که ماکسیمیلیانوس اون فیلم گفت، گفت این اعتقادی که ما الان داریم توی زیرزمینا، تو پستوی خونمون یواشکی در گوش هم میگیم، روزی آشکارا بر پشت بام ها فریاد خواهد زده شد. و واقعا دوست دارم که یه روز آزادانه هر کسی بتونه دینش و اعتقادش و هر باوری که داره آزادانه انتخاب کنه و هیچ ترسی از عواقب بعدش نداشته باشه.